برای بحث بیشتر در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد حضور افغان‌ها در جنگ اوکراین، آقای نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان را در برنامه با خود داریم. سلام آقای پویش، خوش آمدید. مسکو از حضور پناهجویان افغان و نیروهای داعش در بین داوطلبان در جنگ اوکراین علیه روسیه اشاره کرده و این مورد در امری اتفاقا معمول عنوان شد. اگر بحث حساسیت زمانی این گفته مقامات دیپلماتیک روسیه را در نظر بگیرید، چه پیامی را شما به جانب طالبان و امریکا برداشت میکنید؟ سلام به شما و بیننده های شما. روس ها در متهم کردن امریکایی ها در واقع یک سابقه بسیار طولانی دارند و بسیار مشخص بارها در افغانستان امریکا را متهم کردند که نیروهای داعش را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان توسط تیاره‌های روسی که به امریکا فروخته شده بود تا در اختیار اردوی افغانستان قرار داده شده انتقال میدن. بنان این اتهام هم در واقع به نوع اشاره است و انگشت اتهام است به سمت ایالات متحده امریکا و امریکایی‌ها به خوبی به این مسئله واقف هستند و خصوصا اشاره به پناهنده های افغان هم به نوع به امریکایی‌ها ارتباط داره، به دلیل از اینکه ما چند مورد از افغانایی را داشتیم کونا مهاجرین افغان بودند که 30 سال تقریبا در اوکراین زندگی کردن، بخش از اردوی اوکراین بودند و روسا تلاش میکنن که این موارد را علیه ایالات متحده امریکا استفاده کنند و به نوع امریکا رو متهم بکنن که در مسائل اوکراین به این شکل مداخله میکنن. بله، روسیه از جمله کشورهایی بوده که نسبتاً انعطاف بیشتر به طالبان نشان داده، تا حدی که کنترل سفارت افغانستان در مسکو را هم به دیپلمات معرفی شده سوی طالبان سپرده. نفوذ داعش در افغانستان و چشم پوشی و انکار مکرر طالبان از حضور داعش در افغانستان، آیا میتونه بر روابط مسکو با طالبان تأثیر داشته باشه؟ جدن تاثیر خواهد گذاشت، به خاطر از اینکه روس ها همیشه از حضور داعش در افغانستان یک وحشت بسیار جدی و واقعی داشتند. ما این در مذاکرات متعددی که با روس ها داشتیم در سالهای اخیر این عملا اونا مشاهده کردیم، به خاطر که اونا احساس میکردن حضور داعش در افغانستان در واقع یک توطئه کلان علیه امنیت ملی روسیه است و این احتمال داره که در صورتی که پیشگیری نشه به داخل حوزه نفوذ روسیه گسترش پیدا کنه. به خاطر همین هم روس ها در واقع دو خواست مشخص از طالبا دارن. یک، مسئله مبارزه واقعی و جدی با داعش است که طالبا قسمت این قسمت با روس ها همکار هستند، و دوم مسئله ایجاد یک حکومت همه شمول است در افغانستان که برخلاف دیگر کشورها سر از او یک تاکید جدی تر دارن روس ها. اما مسئله داعش برای روس ها اهمیت ملی داره و یک بسیار مهم و کلیدی. مسکو با وجود روابط نزدیک با طالبان بارها خواستار ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان شده. امروز ایران نیز که روابط نزدیک با طالبان داره در کنار هند بر ایجاد یک حکومت همشمول تاکید کرده. به نظر شما چقدر طالبان درخواست‌های روسیه و ایران را در این وهله زمانی جدی میگیرن؟ طالبان مجبور هستند که خواست کشورهای منطقه را برای ایجاد یک حکومت همشمول به دست بیارن تا بتانن مسئله به رسمی شناخته شدن یا تعامل بیشتر با منطقه را پیش روی خود داشته باشند. کشورهای منطقه تصریح کردند به طالبان که نسبت به مسائل حقوق بشر مثل غرب اساس نیستند، اما نسبت به ایجاد یک حکومت همه شمول که در او منافع کشورهای منطقه تضمین باشه بسیار اساس هستند و حتی چینایی ها هم نسبت به مسئله با روس ها هم فکر و همراه هستند. و تنها کشوری که از نظام فعلی با ترتیب فعلی حمایت میکنه پاکستانی هاست و روس ها و ایرانی ها تلاش میکنن پاکستانی ها را هم متقاعد بسازن که از دیدگاه منطقوی ایجاد یک حکومت همه شمول در پاکستان حمایت بکنن. سپاس فراوان از آقای نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان که در برنامه اشتراک کردند.